سلام دوستان، با هم جلسه 24 تاریخ فلسفه را آغاز میکنیم. در ابتدا یک نکات کوتاهی در مورد راه ارتباط و چند اشتباهی که در جلسات قبلی داشتم صحبت میکنیم، بعد میریم روی فصل 19 کتاب کپیلسون. من فکر نمیکردم این ویدیو زیاد مخاطب داشته باشه، برای همین ضرورتی ندیدم که اجرای ارتباطی برای به اصطلاح پرسش و پاسخ وجود داشته باشه. اما دوستان به من گفتن که بسیاری از مخاطبان سوال دارن در باب چیزایی که تا حالا گفتیم و فکر میکنم بهترین راه اینه که شما شماره تلگرام مر یادداشت کنین. من تلگرام دارم با این شماره مثبت 41 77 922 08 40. به این شماره میتونین مر پیدا کنین به نام عتیق اروند و تلگرام، و اونجا میتونین سوال ها خور مطرح کنین و لطفاً فقط سوال بپرسین، یعنی وقت اختلاط و مسائل دیگر ندارم. فقط اگه کسی سوال چیزی داره من در خدمتم و تلاش میکنم سوال ها رو به صورت صوتی پاسخ بدم. خوی ازی، یک از اشتباهات من ای بود که در جلسه دوم یا سوم بود در باب اشاره کردم به کتاب صلاح‌الدین سلجوقی و گفتم که صلاح‌الدین سلجوقی در کتاب خود در ترجمه اخلاق نیکوماخوسی نوشته ارسطو، در اونجا میگه که پیشا سقراطیا همه قائل بودن به نظریه وحدت وجود. خب اشتباه رفرنسی بود که من به شما دادم. صلاح‌الدین سلجوقی این صحبت کرده و این صحبت اشتباه مطرح کرده در باب فلسفه پیشا سقراطی، اما نه در کتاب اخلاق نیکوماخوسی، بلکه در کتاب خدا در آفاق و انفس. در او کتاب این مسئله بیان میکنه و این حکم رو صادر میکنه، یعنی باید به او کتاب رجوع کنیم. منتها حکم صلاح‌الدین سلجوقی کماکان اشتباه و میشه روی او با بحث کرد. دیگه در یک جلسات که مربوط بود به سقراط گفتم افلاطون سه دوره فکری داره که به اساس چیزی که در کتاب کپیلسون هست افلاطون چهار دوره فکری داره. البته در مورد این که سه دوره یا چهار دوره و اساسا باید ما دوره‌های فکری افلاطون در نظر بگیریم یا نگیریم بحث زیاده، منتها چون من تمرکز کردم روی این کتاب باید اینم تصحیح کنم که افلاطون چهار دوره فکری داره که در جلسات قبلی در مورد چهار دوره صحبت کرد. دیگه اشتباهی که شاید بعضی ها مثلا جالب باشه خود انیمی کپیلسونه، به خاطر اینکه ما عادت کردیم از اون سالهای قدیم از دهه 80 که انیمی تاریخ فلسفه کپیلسون میخوندیم ما کپیلسون میگفتیم، در که اصل اسم تلفظ درست کپیلسون در واقع کپیلستونه به اصطلاح کپیلستون، ولی من گفته نمیتونم، یعنی مشکل دارم در تلفظ از این کپیلسون میگم، ولی در واقع یعنی اون کپیلستونه دیگه. ای هم گفتم اینا نکات خیلی مهمی نیست، ولی خب گفتم که تصحیح بشه چیزایی که داشتیم. خب بیاییم به فصل 19 نظریه معرفت. قرار ما در مورد نظری معرفت افلاطون صحبت کنیم در این جلسه و در جلسه بعدی نیمی نظریه رو ادامه بدیم. منتها یک نکته که وجود داره، من رفتم رجوع کردم به متن انگلیسی کتاب و اونجا چیزی که استفاده میکنه، عبارتی که استفاده میکنه کپیلسون برای انیمی عنوان انیمی فصل در واقع هست تیوری آف نالج، و نالجر مترجم ترجمه کرده به معرفت. مشکلی که ایجاد میشه چیه؟ در واقع ترجمه غلط نیست، مشکل
تفکیکیه که بین بعضی از واژه ها در زبان انگلیسی وجود داره و نمو تفکیک وقت وارد زبان فارسی میشه خیلی واضح نیست، وگرنه خود نالجر میشه و فهم، درک یا نمیفهم، معرفت یا شناخت ترجمه کرد و او چیزی که من ترجمه دارم به ترجمه بشه دانشه. خب این رول با هم میبینیم. ببینید نکته اینه که خود معرفت در دستگاه واژگان فلسفی، خود معرفت یعنی شناخت در دستگاه واژگان فلسفی از به اصطلاح ترجمه اپیستیمه، و بعد وقتی ما میگیم معرفت شناسی یا شناخت شناسی، چون این دوتا یک چیزن، یعنی چی بگین معرفت شناسی چی بگین شناخت شناسی، هر دو یک معنا رو داره. وقتی از معرفت شناسی یا شناخت شناسی صحبت میکنیم، در واقع از در زبان انگلیسی منظور ما هم اپیستمولوژیه. خب پس وقتی عنوان این فصل هست نظریه معرفت و ترجمه انگلیسی، اصل انگلیسی از این عنوانم هست تیوری آف نالج، خب ای با اپیستمولوژی فرق میکنه دیگه. به این لحاظ بهتر اینه که عنوان این فصل رو در نظر بگیریم نظریه دانش تا نظریه معرفت. چرا؟ چون معرفت شناسی، خود معرفت به معنای اپیستیمه و معرفت شناسی به معنای اپیستمولوژی. خوی از این منطقه نکته دیگه که داره اینه که خود می تیوری آف نالج در انگلیسی دستکن در دوری اول بعد از کانت به نام تیوری آف نالج شناخته می شد، نه به نام اپیستمولوژی. یعنی این تفکیک در زبان انگلیسی هم در اون زمان خیلی واضح نبود. خب ایرم گفتم که در اینجا بگم. پس وقتی فصل با نظریه معرفت شروع میشه، بحث کاپیلستون یا چما باشه شناخت شناسی نیست، یعنی اون چیزی که ما بعد از کانت میفهمیم. یعنی منظور کاپیلستون از نظریه معرفت یا تیوری آف نالج نظریه دانشه، یعنی نظریه در باب دانش که حالا دو وجه عمده داره دانش، یعنی یکی در فلسفه داریم میگیم دانش در فلسفه دو وجه عمده داره، داریم در مورد فلسفه افلاطون صحبت میکنیم یاد شما باشه، یکی اپیستمولوژیه یعنی معرفت شناسی و یکی دیگه هستی شناسی یعنی اونتولوژی. خب پس اینج عنوان فصل ای که ما به فارسی رو بنویسیم نظریه معرفت غلطه، به اصطلاح غلط هم که نیست، یعنی رسانیست، درست نمیرسانه اون منظور کاپیلستونه. برمی این در واقع تیوری آف نالج میشه نظریه دانش، برمی عنوان فصل اینه و این مهمه. حالا شاید یکی بگه خب چی گیری دادی به این واژه، حالا یک چیز مترجم قابلی هم هست، خیلی از کتابا هم ترجمه کرده. خب اینم همین رو هم آورد. مسئله این نیست که حالا ما گیر بدیم به یک جایی که مترجم رو اشتباه ترجمه کرده باشه یا درست مثلا واژه درست رو انتخاب نکرده، اون نیست، خیلی همین کارا میکنن، ایرادی هم نداره. مسئله اینه که حالی که وارد داستان افلاطون میشیم، میبینیم که خب افلاطون مثل کانت، همانند کانت، یک دستگاه مشخص شناخت‌شناسانه نداشته، یعنی یک دستگاه مشخص که مبتنی باشه بر اپیستمولوژی نداشته، بلکه این برای همین کاپیلستون میگه نظریه دانش. یعنی داره میگه که ببینین، و اگه قرار نظریه دانش افلاطون درک کنین بفهمین، شما با چی مواجه میشین؟ با دو ساحتی که در هم ادغام شدن، یعنی ساحت معرفت شناسی و ساحت هستی شناسی، اینا در هم ادغام شدن. پس مسئله صرفا گیر دادن به ترجمه یک واژه نیست، بلکه بس اینه که شناخت شناسی و معرفت شناسی بسپارین به چیزی که بعد از کانت بوده و به سنت کانتی بسپارین بود، بریم از او واژه باید به طور دقیق در جای مشخصی استفاده کنیم. وقتی برمیگردیم به فیلسوفای ما قبل کانت،
بهتر اینه که ما از نظری شناخت و نظری معرفت به اون معنای کانتی رو استفاده نکنیم و بیاییم از نظری دانش استفاده کنیم. خب باز اگر بگیم خب ای گپ میپذیریم، مشکلی که ایجاد میشه اینه که خب ما کتابهایی داریم به نام مثلا فکر کنیم نظری شناخت در فلسفه اسلامی، یعنی کتابی وجود داره نه؟ نوشته استاد خود ما در دانشگاه تهران، نظری شناخت در فلسفه اسلامی. خب اگر نظریه شناخت یک چیزیه که ما بعد کانت ایجاد شده، خب پس چطور دکتر حسین قفاری آمده کتاب نوشته به نام با امیر مازیار، کتاب نوشته به نام نظریه شناخت در فلسفه اسلامی؟ بله، ولی مسئله اینا اینه که دارن میگن ما از موقعیت کنونی داریم بر پایه‌ای به اصطلاح چارچوب نظریه ما بعد کانتی داریم رجعت میکنیم به فلسفه اسلامی، نه که در فلسفه اسلامی واقعا چنین نظریه‌ای تبیین شده، چنین چیزی نیست. باید تفاوت اینا رو درک کنیم. اینا از موقعیت کنونی بر پایه چرچوب فکری و منظرگاه کنونی دارن رجوع میکنن به فلسفه اسلامی تا اون مثلا دوباره به اصطلاح صورت بندی مفصل بندی کنن. خب این از این نکته. پس در اینجی به طور مشخص ترجمه تیوری آف نالج به معنای نظریه معرفت نیست، بلکه به معنای نظریه دانش یا نظریه در باب دانش یا نظریه دانش فلسفیه، چون این دانش فلسفی باز یک از ترما و یک از اصطلاحات مخصوص هگله که باز بعداً به اون میرسیم که هگل چرا تفاوت میگذاشت بین نالج به یک معنا و ساینس و اینا چطور بود که تا قرن 17 هم اینا معنای دیگه داشتن، با هگل این معنا تغییر میکنه. خب او هم باز یک بحثی که به وقتی میخواد. خب پس نکته ای که در اینجی باید بود تمرکز کنیم اینه که چیزی که قرار ما به اینجی بخونیم هم شناخت‌شناسیه، یعنی اپیستمولوژی افلاطونه، هم هستی‌شناسیه یعنی اونتولوژی، و اینا در هم ادغام شده هن. یعنی اینا قابل انفکاک از هم دیگه نیستن، اینا در هم ورود دارن. این نکته مهمه. خب کاپلسون میگه پس ما بسر از شناخت‌شناسی افلاطونی آغاز میکنیم و میگه خود بحث از شناخت‌شناسی افلاطونی رو هم میگیریم ابتدا با گام‌های سلبی آغاز میکنیم. ای که شناخت‌شناسی افلاطونی چه نبود؟ علیه کیا بود؟ چه چیزی داشت رد میکرد؟ از این شروع میکنیم، بعد میرسیم به حالت ایجابی و که حالا شناخت‌شناسی چی میگه؟ دنبال چی هست؟ شناخت‌شناسی افلاطون. بیاییم به حکم کلانی که ابتدا مطرح میکنه. میگه که افلاطون معتقد بود که معرفت ادراک حسی نیست. در تئتتوس میگه که معرفت ادراک حسی نیست و این حمله مستقیمیه به پروتاگوراس و تمام اخلاف پروتاگوراس، یعنی کل می سوفسطائی ها. در صفحه 172 میگه که همه آدمیان و همه مردمان و در همه اعصار یکسانند. افلاطون از استاد خود این عقیده را که معرفت به معنی عینی و کلی میتواند معرفت معتبر باشد به ارث برد. پس در نظر افلاطون معرفت یا شناخت، در اینجا ما داریم در باب شناخت گپ میزنیم نه در مورد دانش، باز به گام بعدی همی ویژگی ها در باب دانش هم استفاده میکنیم چون اینا در هم ادغام شده. میگه باید چی باشه؟ معرفت باید عینی و کلی باشه. حالا یه بار توضیح میدیم که عینی و کلی چیه. لیکن میخواست این حقیقت رو از لحاظ نظری اثبات کند و بنابراین به وارسی عمیق مسائل معرفت پرداخت و از خود پرسید که معرفت چیست و درباره چیست. پرسشی که در واقع میراث سوفسطائی ها بود، ولی اونا به جایی که پرسش در باب ای که معرفت چیست آغاز کنن، اونا گفتن اصلا معیار پرسیدن از چیزها کیست
برای همین انسان معیار بود برای از اینا. ولی اون پرسش آمد در دستگاه افلاطونی و افلاطون پرسید که خب مهمتر از این که معیار دیدن به جهان انسانه، مسئله اینه که خود معرفت و شناخت در انسان چطور شکل میگیره. این که گفتم که افلاطون یک چیز را از سقراط میگیره و یعنی مشخصه عینی بودن و کلی بودنه، میگه که معرفت باید عینی و کلی باشه. اینا هم باز به ترجمه باید دقت کنیم، به خاطر از این که ما به واسطه این میراثی که فلسفه اسلامی مانده بود، هر آن چیزی که از منظر سوژه دیده میشده حالا یا در منظر سوژه قرار داشت، چون او چیزی که دیده میشد با او چیزی که در منظر سوژه قرار دارم باز اینا با هم تفاوت داره. هر آن چیزی که در جایگاه سوژگی قرار میگرفت ما او رو میگفتیم ذهنی، و او چیزی که در برابر ازی قرار میگرفت موضوع شناخت ازی امر ذهنی قرار میگرفت، موضوع شناخت انسان قرار میگرفت، ما او رو میگفتیم عینی. و این تفکیک ساده بود در واقع، ذهنی عینی دوگانه خیلی ساده بود، منتها در فلسفه غرب به این سادگی نیست، یعنی حتی در فلسفه اسلامی هم یاد شما باشه به این سادگی نیست، منتها در فلسفه غرب ما باید واژه هایی که در درون خود فلسفه غرب کاربرد داره اونا رو استفاده کنیم. مثلا ترجمه اوبژکتیو به عینی درست نیست، خصوصا وقتی که میفهمیم که در تفکر و کارتیزیانی، تفکر دکارتی، ابژه و سوژه جای اینو عوض میشه. برمی باید دقت کنیم در استفاده از این. برمی ابژکتیو نمیشه به عینی ترجمه کرد. اصلا ترجمه ابژکتیو به عینی دیگه میتونیم بگیم غلطه. دیگه این رقم نیست که یک ترجمه که حالا در کنار، نه اصلا غلطه این ترجمه. خب اگر بگیم غلطه، خب باید یک واژه داشته باشیم. بجا ما واژه به خصوصی نداریم، بهتر اینه که خودمو عینی که خودم کلمه واژه به اصطلاح ابجکتیو استفاده کنیم. این ابجکتیو صرفاً به این معنا نیست که شما در باب هر پدیده بیرونی گپ می‌زنیم، حالا با بعدا در مورد سوژه ابژه اینا صحبت می‌کنیم، صرفاً در این باب نیست که شما حتما در باب یک پدیده بیرونی، بیجان بیرونی دارین صحبت میکنیم، اسمی میشه اوبژکتیو یا مثلا ترجمه یعنی عینی. نه، مسئله فراتر از اینه، مسئله موضوع شناخته. هر آن چیزی که موضوع شناخت قرار میگیره، حتی خود انسان هم که موضوع شناخت انسان قرار میگیره، در مقام یک امر اوبژکتیو قرار میگیره. در مورد مفهوم دومی کلی درسته که مثلا ترجمه دقیق به اصطلاح یونیورساله، البته یونیورسال به معنای جهان شمول هم معنا میده، ولی خب در فلسفه معنای کلی به معنای کلیه. خب پس در نظر افلاطون معرفت یعنی بحث در باب اصولی که هم ابژکتیون هم کلی هن، یونیورسال هن. خب برای اینه که در ابتدا افلاطون چیکار میکنه؟ در تئوتتوس میگیره به پروتاگوراس حمله میکنه، میگه پروتاگوراس معتقد بود که جلسات قبل هم خوندیم که معرفت همو ادراک حسی است، چیزی نیست. پروتاگوراس میگفت او چیزی که در نظر یک فرد حقیقی مینماید این مهمه، یعنی یک فرد یک چیز حقیقی میپنداره، برای او قید مهمه، برای او حقیقی هست. یعنی هر فرد اگر چیزی را حقیقی میبینه یا در تصور هر فرد چیزی حقیقی دیده میشه، برای خودمون فرد همو چیز حقیقت داره، در واقع حقیقت نسبت داره به ذهنیت هر فرد در نظر کی؟ پروتاگوراس. خب افلاطون میگه نه، ایرغم که نمیشه، ایرغم تو ماستار داخل قرما، قرما و داخل ماستار، ایرغم نمیشه، تو تعریفی باید بدی از معرفت، ایرغم نمیشه، تو میار گذشتی خود انسان، علم به جزئیات،
و جزئی نگری به همه چیز و زیر پای کلیات ارکندی، هر فرد خودی رو به اصطلاح حقیقت میبینه، یک نگاهی داره به حقیقت و در نظر هر فرد همون نگاهی که او به حقیقت داره درسته، ایرم نمیشه. باید شناخت تعریف مشخصی داره، دو مشخصه داره، یکی که شناخت خطا ناپذیره. اگر تو در باب یک علم صحبت میکنی، وقتی در باب یک شناخت به این معنا در باب یک علم داری صحبت میکنی، در باب چیزی گپ میزنی که خطا ناپذیره. یک دوم، درباره چیزی صحبت میکنی که هست، یعنی تو درباره هر چیزی صحبت نمیکنی، در باب چیزی صحبت میکنی که قابل اثباته. پس تو درباره هر اوهاماتی صحبت نمیکنی. پس دو مشخصه باید داشته باشه تا من به نام افلاطون نظری معرفت تو رو بپذیرم. یک، ای که تو در باب چیزی صحبت کنی که خطا ناپذیر باشه، اصل باشه، اصول باشه. دوم، ای که او چیز قابل اثبات باشه، ثابت باشه، وجود داشته باشه. قابل اثبات باشه، وجود داشتن هم به این معنا که معنای عقلانی داشته باشه. خب، اما ادراک حسی تو که افلاطون میگه به پروتاگوراس، ادراک حسی تو که خطا ناپذیر نیست. تو مگه نمیگی حقیقت یک چیزی که در دست همگان، در دست هر فردی که حقیقت رو از منظر خود میبیند وجود داره؟ خب یک نفر واقعا توهم میزنه، فکر میکنه یک جای سرابه، توهم داره. یکی دیگه فکر میکنه مثلا وقت چوب داخل آبه مثلا میشکنه داخل آب، در حال نمیفهمه انعکاس نوره. خب، یا یکی از وزیدن باد سرد احساس گرمی میکنه، یکی احساس سردی میکنه، ای که نشد معیار دیگه. پس ادراکی ایسی خطاپذیره. همه امام روزانه ایر میفهمیم که، یعنی با تجربه روزمره خواهم میفهمی که ادراک ایسی خطا ناپذیر نیست، بلکه خطا پذیره. و دومی که این چیزی که تو میگی در باب آن چیزی که هست که نیست دیگه. این چیزی که تو میگی چرا؟ چون تو میگی که انسان معیار همه چیزه و معرفت هم ادراک ایسی است. خب در حالی که ادراک ایسی قبل از تو سالها قبل از تو، هراکلیتوس نشون داد که به شدت متغیره. هراکلیتوس بود که نشون داد که پاخور فقط یک بار میتونی داخل جریان آب بگذری. یعنی به ای اندازه همه چیز در این جهان متغیره. چطور تو میتونی از ثابت بودن ادراک ایسی صحبت کنی در صورتی که ادراک ایسی به شدت متغیره؟ پس تو درباره آنچه که هست صحبت نمیکنی، تو درباره متغیرات داری صحبت میکنی. بنابراین تو نظری معرفت نداری. جواب افلاطون به پروتاگوراس. خب مشکل دیگه هم که وجود داره که در پایان نیمی بس با هم میخونیم، که داریم به طور سلبی در واقع نظری معرفت افلاطون پیش میبریم و جلسه بعدی به جایگاه به سویه اثباتی رو میرسیم، اینه که میگه که خب تو که میگی انسان معیار همه چیزه، نه؟ و حقیقت هم در نزد هر فرد انسانی وجود داره. ای خو میگه حملی اساسا به حکم خود تو بنمی که انسان معیار همه چیزه. مثلا وقتی تو میگی حقیقت در نزد هر فرد وجود داره، فرد آنچه را که حقیقی بپنداره حقیقی هست برای آن فرد، خب یک پیدا میشه میگه که بنمی که تو میگی انسان معیار همه چیزه، در نظر من نیست. در نظر من انسان معیار همه چیز نیست. تو باید ایرم حقیقی بپندری، چون تو میگی حقیقت از منظر عرفت، یکی پیدا میشه ایرم بگن. بعدشم هم پروتاگوراس ایر میفهمید، هم افلاطون، هم تمام اون متفکرهای قبل، حتی اسطوره‌گراها و اینا میفهمیدن، حتی هم اون شاعرها و نویسن رمان نویسا و نمیفهم چه نمایشنامه نویسا و اینا هم همه میفهمیدن که انسان ها خطا میکنن.
تو وقتی میگی انسان اگر نگاه داره، منظرگاه داره رو به سوی حقیقت، او منظرگاه درسته، خب پس انسان‌هایی که خطا میکنن، انسان‌ها به تجربه روزمره، خب به زندگی معمولی خونشون ده، تجربه حتی برای ثابت کرد که بارها در باب چیزها اشتباه کردن، بینش‌های غلطی داشتن، تعصبات بیودی داشتن، نمیفهم نگاه‌های احمقانی داشتن، نمیفهم به زندگی، به خانواده، به دولت، به همه چیز. خب ای چه نوع نظری معرفته که دهتا در خود فردم ثابت نیست، یعنی در خود فردم متغیره و تو چیزی به نام فلسفه باقی نگذاشتی در این وسط. خب در جلسه بعدی ابتدا از یک از حملات افلاطون به پروتاگوراس شروع میکنیم و بعدا میبینیم که خود افلاطون چه نظری داره، منتها این بحث طولانیه و چندین جلسه طول میکشه تا بحث در باب نظریه دانش افلاطون خاتمه بدیم.